یادتونه دیشب چه خوابی دیدین؟ اگه خوابتون رو یادتون میاد حتما توی کامنت ها اول بنویسید و ببینین بقیه چه خوابی دیدن. خوابامون خیلی عجیبه. کلی نظریه مختلف هست که میگن چرا مغز ما برای ما خواب پخش میکنه؟ چرا وقتی خوابیم مثل یک فیلم سینمایی داریم چیزهای عجیب رو تماشا میکنیم؟ بعضیاش خیلی غیر منطقیه، بعضیاش انگار خبری داره از آینده میده. یه سری ایده هست که میگن خواب داستان الکی نیست، یک سری رمز و راز توشه. میخوایم در مورد این چیزها صحبت کنیم. خواب دیدن یکی از مرموزترین جنبه های زندگی انسان بوده. وقتی میخوابیم ذهنمون میاد یه سری صحنه هایی که انگار واقعی هست برامون پخش میکنه. بعضیاش اونقدر عمیقه که وقتی بیدار میشیم یا میگیم چقدر خوب شد که این خواب بود، یا دوست داریم دوباره بخوابیم به امید اینکه ادامه شو ببینیم. با اینکه این چیزا عجیبه، اما خیلی از دانشمندان دوست داشتن تئوری های مختلفی برای فهمیدن و درک خواب بدن. برای شروع بیایید خواب رو تعریف کنیم. خواب یک فرایند پیچیده و پویاست که در یک مرحله خاص از خواب به نام حرکت سریع چشمی یا Rapid Eye Movement که به اختصار REM گفته میشه اتفاق میفته. تو این مرحله فعالیت مغز بیشتره، باعث میشه این تصاویر توی ذهن شکل بگیرن. دانشمندا معتقدن خوابهای ما تحت تأثیر کلی چیز مختلف قرار میگیره. مثلا تجربه های روزانه و اتفاقاتی که در طول روز واسمون میفته روی اون چیزی که خواب میبینیم تأثیر میذاره. احساسات پنهانمون، افکار ناخودآگاهمون، تمام اینها مؤثرن. ممکنه شما حتی نیم ساعت قبل از خوابیدن برای یک لحظه به یک چیز کوچیک فکر کرده باشید. این چیز کوچیکی که بهش فکر کردید توی ذهنتون حل نشده باقی میمونه و میبینید شب خوابشو دیدید، چون ذهنتون میخواسته اون موضوع رو حل کنه. تو این سالها کلی تحقیق در مورد خواب دیدن انجام شده، مخصوصا تو قرن 20. سه تا از معروفترین و مهمترین هاشون اینا هستن. کتاب تعبیر خواب فروید که تو سال 1899 منتشر شد. یکی دیگه موضوع تحلیل محتوا هست که تو سال 1966 چاپ شد. و یک مدل فعالسازی سنتز در سال 1977. سیگموند فروید پایه‌های روانشناسی و تحلیل مدرن خواب رو با نظریه‌های انقلابیش بنا کرد. اعتقاد داشت خواب دریچه‌ای به ناخودآگاه ماست و تمایلات سرکوب شده و مشکلات حل نشده رو نشون میده. هرچند که بعضی از جنبه‌های روش فروید مورد انتقاد قرار گرفت، ولی همچنان تأکید بر ماهیت نمادین خواب و ارتباطش با ناخودآگاه تأثیرگذار باقی موند. 60 سال بعد دیدگاه دیگه اومد. در یک مطالعه محققان هال و وند و کسل هزاران تجربه از خواب رو نوشتن و تحلیل کردن. نمادهای مشترکی رو توی خوابها پیدا کردن، چیزایی که به همدیگه مربوط می شدن و توی چندین خواب علامت زدن. می خواستن ببینن از خوابهایی که افراد مختلف دیدن چه چیزی میشه برداشت کرد، چه وجه اشتراکی دارن، و تونستن از این راه به یک رویکرد تجربی تر در مورد خواب دست پیدا کنن. در نهایت هم تو سال 1977 مدل فعالسازی سنتز توسط جان آلن هوبسون و رابرت مک‌کارلی توسعه پیدا کرد. اینها پیشنهاد کردند که خواب نتیجه تلاش مستقیم مغز برای درک فعالیت عصبی خاص در طول مرحله خواب REM هست. این مدل یک ایده جدیدتر بود، چون مطرح می‌کرد که خواب به نوعی فعالیت و سر و صدا از مغزه که ذهن سعی می‌کنه اونها رو به داستان منسجم تبدیل کنه، که البته خیلی وقتها منسجم نمیشن. امروز محققان معمولاً بین دو نوع تفکر گیر افتادن. اینکه فکر می‌کنن یا خواب بازتاب خودمون و ذهن غیرمادی ماست، یا همین که محصول فعالیت‌های عصبی قابل ردیابی توی مغز ماست. خب حالا بیاین یک سری به ایده عجیب تر بزنیم. چیزی که در مورد دنیای موازی و خواب مطرح میشه. ارتباط بین خواب دیدن و دنیای موازی رو میشه تا حدی به خاطر اتفاقات بیمعنی خواب درک کرد. توی خواب قوانین فیزیک و واقعیت از کار میفتن. یک سری سناریوهای غیر ممکن رو تجربه میکنیم. اما با اینکه خود خواب
هیچ مدرکی نداره که بخواد بگه در مورد دنیاهای موازی هست و خواب دیدن توی یک جهان دیگه داره اتفاق میفته. اما خیلی وقته که ماهیت خواب دیدن به خاطر مرموز بودنش با چنین ایده هایی ترکیب شده. بعضی فرضیه ها میگن اتفاقات عجیب خواب با اصول فیزیک کوانتومی و مفهوم چند جهانی منطبقن. به طور کلی عدم قطعیت کوانتومی میگه همه نتایج ممکن توی یک وضعیت چیزی هستن که میشه اسمشو گذاشت دنیای موازی. یعنی حتی توی دنیای به ظاهر واقعی همه چی ممکنه. خواب هم احتمالاً میتونه یک نگاه کوتاه به این بخش جایگزین دنیای ما، یعنی دنیای موازی باشه. حالا اینکه چطور وقتی میخوابیم ذهنمون ما رو به دنیای موازی میبره معلوم نیست. رابرت لانزا یه دانشمند آمریکاییه که بیشتر کارش رو در مورد سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی تحقیق کرده. تو سال 2007 یک مقاله منتشر کرد با اسم نظریه جدید درباره جهان. این مقاله توی امریکن ساینتیست منتشر شد. اینجا لانزا مدل زیست محوری رو پیشنهاد میده که میگه زندگی و جهان ذاتاً به فرد و آگاهی وابستن و همه چیز در همین فرد و آگاهی ساخته میشه. گفته میشه مفاهیم به ظاهر کلیدی مثل فضا زمان، نسبیت آلبرت اینشتین، همه اینها همیشه تو حدس و گمان باقی میمونن. تنها چیزی که واقعا میتونیم موقع فکر کردن به ماهیت واقعیت مطمئن باشیم اینه که همه چی در نهایت کار ذهن و خود ماست. این که یک درخت رو میبینیم، طبیعت رو میبینیم، گذشت زمان رو حس میکنیم، نیروی جاذبه رو میفهمیم، همه اینها زیست محوری‌ان چون آگاهی انسان به اونها واقعیت میده. بدون وجود آگاهی باعث میشه این چیزها هم وجود نداشته باشن. حالا به ارتباط این دیدگاه و خواب دیدن میرسیم. لانزا و بقیه کسانی که به زیست محوری معتقدن میگن کارهایی که تو خواب انجام میدیم همون کارهایی هن که تو بیداری هم انجام میدیم، یعنی ساختن و تجربه کردن واقعیت های درک شده. بین خواب و بیداری تفاوتی نیست و این دو جنبه زندگی از اون جایی که میخوابیم از هم جدا میشن. لانزا ادعا میکنه هر دو تجربه خواب و بیداری امواجی از احتمالات رو به یک واقعیت هدایت شده توسط ناظر ختم میکنن و این افراد معتقدن که این دیدگاه با اصول فیزیک کوانتومی منطبقن، چرا که میگن چیزها وقتی وجود دارن که ما میبینیمشون. ولی عدم قطعیت کوانتومی همزمان به این معناست که هر چیزی ممکنه. این رو وقتی که خوابیم میفهمیم، اینکه هر چیزی ممکنه چون میفهمیم توی خواب داریم هر کاری میکنیم. لانزا دوباره توی سال 2021 مقاله دیگه ای منتشر کرد و اونجا بیشتر توضیح داد. گفت توی خواب ما از جهان مشترک انسان روی زمین جدا میشیم. میتونیم به یک مدل جایگزین از واقعیت برسیم و چیزهایی رو تجربه کنیم که در بیداری تجربیاتش فرق میکنه. اینجا البته این ایده مطرح نمیشه که وقتی میخوابیم انگار از یک ماشین زمان رد میشیم یا یک کرمچاله ما رو به دنیای موازی میبره. فقط قصد لانزا اینه که بگه یک دنیای موازی ممکنه وجود داره که آگاهی ما اون رو برامون میسازه و ما فقط دسترسی بهش نداریم، چون وقتی که بیداریم اون بخش از آگاهی توی ذهن ما کنترل شده است و وقتی میخوابیم آگاهی قدرت اینو داره که توی جهان موازی وارد بشه. این دیدگاه لانزاست. در مورد جزئیات این ایده حرف خاصی نزده، فقط این رو به شکل یک دیدگاه بیان کرده و میخواست بقیه رو با نظر خودش همراه کنه. برای بعضی ها این ایده فقط یک چیز فلسفیه و اصلاً از نظر علمی اون رو معتبر نمیدونن. اما به هر حال آشنا شدن با این دیدگاه هم چیز بدی نیست و به هر حال با دیدگاه های مختلفی که در موردش صحبت میشه آشنا میشی. حالا نظر شما چیه؟ شما چطوری خواب میبینید؟ چه خوابایی رو بیشتر میبینین و فکر میکنید وقتی انسان میخوابه چه اتفاقی واسش میفته؟ آیا آگاهی ما رو وارد دنیای دیگه ای میکنه یا یک فرایند طبیعی ساده از مغزه که ما هنوز علمشو نداریم؟ توی کامنت ها بنویسید.
تا عامل ناشناخته دیگر. بدرود.